درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از englishforpersians.com. درس امروزمون اختصاص داره به was و were. was و were شکل‌های گذشته فعل‌های am, is و are هستن. پس am و is و are گذشته‌شون میشه was و were. اما اگر درس am و is و are رو نگاه کرده باشید، am و is و are شکل‌های فعل to be هستن. پس اینجوری دوباره دسته‌بندیش کنیم که یه فعلی داریم به نام to be که حالت حالش، زمان حالش میشه am, is, are، گذشتش میشه was and were که درس امروزمون هم همین هستش. اما پیش از اینکه بریم سراغ was و were، کلن to be رو یه بار دیگه بررسی کنیم. to be اون فعلیست که کاری رو انجام نمیده، بلکه بودن یا هستن چیزها رو اعلام میکنه. من وقتی میگم که من ایرانی هستم، کاری انجام نمیدم، هستم. یا وقتی میگم من 20 ساله بودم، معنیش این نیست که در حال انجام کاری بودم. بودم، این بودن من بوده، چیزی نیست که من انجام بدم. فعل انجامی پس نیست. پس مثل فعلهای هستن، فعل بودن هم انجامی نیستش. توی درس am, is, are رو این بس خیلی تکیه شد، خیلی پافشاری کردم که این قضیه حواسمون باشه، اینو اشتباه نکنیم. اگر اون درس رو ندیدید، لینکش این بالاست، روی اون کلیک کنید و درس am, is, are رو هم ببینید. حالا توی این سلایدی که روبروتون قرار گرفته، am, is, are رو دستبندیش رو میبینید که بر اساس همون درسی که با هم کار کردیم میبینید که I رو میگیم I am، نمیتونم با I is یا با I are استفاده کنم. همینطور she با is و he مثلا با is، it با is، we با are، you با are و they با are همشون دستبندی شدن. اما زمان گذشتش دوتا بیشتر نیست، was و were، که خب دستبندی ساده تر میشه. یه گروه میشن با was، یه گروه میشن با were که به این ترتیب. چهارتای بالایی I، he، she و it با was و ستای پایینی we، you و they با were میان هم میشه. پس I am 20، I was 19، she is 30، she was 29. به هم ترتیب. مثالایی رو که آوردم از همون درس هستن. این اون درس رو اگر دیده باشید، این مثال ها باید براتون آشنا باشه که اینها در رابطه با زمان حال افراد صحبت میکردن و اون چیزی که بودن رو، هستن رو در واقع صحبت میکرد، اینا هستن. مثل it is sunny، هوا آفتابی هست. حالا میخوام بگم بود، رفت گذشته دیگه، حالا میخوام گذشتش کنم. کافیه که همونطور که توی سلاید پیش از این am شده بود was، is شده بود was، اینجا is رو من به was تبدیل کنم. it is sunny، پس گذشتش میشه چی؟ it was sunny. آها، که به این ترتیب نوشته میشه. پارسا is tall، پارسا حالش پارسا، گذشتش پارسا، آیندهش پارسا. پارسا عوض نمیشه که، یه اسمه، اسم زمان نمیگیره، درست؟ اما فعل چرا؟ به این ترتیب من باید فعلم رو به زمان گذشته ببرم. پارسا is tall میشه پارسا was tall، مینا is thin میشه مینا was thin، they are happy، they were happy، و my shoes are new، my shoes were new. اوکی، به این ترتیب زمان این جمله ها عوض شد، از اون چیزهایی که هستند تبدیل شدن به اون چیزهایی که بودند. ها، از فعل بودن استفاده کردیم توی اینا. اما حالا اگر از نبودن بخوایم صحبت کنیم، باید چی کار کنیم؟ یعنی اگر بخوایم منفی کنیم، چه جور این صحبت رو میکنیم؟ توی این جمله هایی که میبینید، این پنج جمله که روبرتون قرار گرفته، فعل هایی که توشون استفاده شده was هست و were. در واقع فعل اصلی جمله های ما was و were هست و فعل های was و were جز فعل های کمکی هم هستند. اوکی، حالا فعل کمکی هستن یعنی چی؟ وقتی میگیم فعلی کمکی هستش، سه تا ویژگی براش در نظر میگیریم. یکی این که خودش not رو میگیره. فعلی که کمکی نیست این خاصیت رو نداره. مثلا من میگم I go to work، حالا نمیتونم منفیش کنم بگم I go not to work یا I not go to work یا همچین حالتی. not رو نمیگیره فعل اصلی،
اما فعل کمکی چرا؟ من میگم I was happy. میتونم میگم I was not happy. Was not رو میگیره. به این ترتیب من یه جمله ای رو که میبینم با was درست شده میتونم منفیش کنم. الان اگر یه متن اینترنتی رو روبروی من بذارن بدون اینکه بدونم در مورد چی داره حتی صحبت میکنه، کافیه was یا were هاشو پیدا کنم، جلوش یه دونه not بذارم، جمله ها رو منفی کردم حتی بدون اینکه بدونم چی میگه. این پنج موردی هم که روبرمون هستن به همین ترتیبه. اوکی it was sunny میشه it was not sunny، جلوی was not گذاشتم. پارسا was tall، پارسا was not tall. مینا was thin، مینا was not thin. They were happy، they were not happy. و my shoes were new، my shoes were not new. هر کجا که من دارم انجام میدم، اگه من تون تون انجام میدم، شما ویدیو رو نگه دارید، خودتون انجامش بدید سر فرصت و ویدیو رو پلی کنید و ببینید که درست انجام دادیم یا نه، هم دیگه چک کنیم. یه موردی رو پیش از اینکه جلوتر بریم فراموش کنم بهتون بگم، و اونم تلفظ W هستش توی زبان انگلیسی. برای ما فارسی زبانهایی که با این حرف خیلی آشنا نیستیم شاید مقدار دشوار باشه گفتن و تلفظش. البته توی یه درس دیگه کلا تلفظها رو کار کردم، اما باز بد نیست اینجا هم یه اشاره بهش بشه که این W هستش، V نیستش. V لیبودنتال هست، یعنی لب و دندانی هست. دندان من میاد به لبم میچسبه، من میگم V. اما و حالت قنچه کردن لب رو داره به این شکل. و من نمیتونم بگم پارسا واز تال، نه، باید بگم پارسا واز، باید به این شکل تلفظ کنم، صدای و رو باید بشنویم نه و. اوکی این تو بعضی موارد حتی جمله معنی اصلا عوض میشه، مثل وست با وست. و وست که با دبلیو نوشته میشه یه واژه است، وست یه واژه دیگه است، معنی یک پوشیدنی رو میده. اوکی کلا دو تا واژه جدا هستن، پس خاطرمون باشه دبلیو ها رو و تلفظ کنیم. اوکی